سلام. سلام، حال شما؟ مرسی. حال شما چطوره؟ خانم دکتر فوجان زینی، پژوهشگر، نویسنده و روانشناس خوب برنامه لایف. یه ترانه‌ای بود آقای معین داشت، ببین اگه من دیر بگم یادم میره، سنه رفته بالا. میگفت عمر گران میگذرد، خواهی نخواهی. من خیلی اینو دوستش دارم، حالا میتونم بهتر از این بخونم، حالا روم نمیشه، ولی به هر حال صداشون خیلی قشنگه. من شنیدم، واسه من خوندم. یکی از شعرهای ایران که آقای علیرضا بندری اسمشون هست و خیلی هم معروفه، برای خواننده های مختلف شعر گفته، ایشون توی صفحه اینستاگرامش اتفاقا نوشته بود که از قول یکی از اندیشمندان دنیا که هر کسی به خصوص وقتی سنش میره بالا باید یه ترانه خاص خودش رو داشته باشه و اجرا بکنه برای خودش. حالا نمیدونم حالا خاصیتش چیه، ولی برای سن بالا گفته که خیلی خوبه. حالا منم دارم به این فکر میفتم، فکر نکنین که من اونقدر سنم پایینه ها، اینو لسین اینجوری نگهش داشته، سرم خاویار لسین یکم کمکم کرده، هیچ چیز دیگه. ولی واقعا دارم فکر میکنم بخونم یه دونه، حالا یه روزی شوخی میکنم. اینو من خیلی خوشحالم. به نظر من شما همتون ایمیل بفرستین برای خانم سروش که تشویقشون بکنین که این کار انجام بدن برای یه دونه بخونم. ولی کلن میخوام ببینم سنمون داره میره بالا، چرا غمگین میشیم، خوشحال میشیم، چیکار کنیم؟ چند تا از این تحقیقات که اومده که نشون داده که اتفاقا شرایط کسانی که سنشون بالاتر میره، اکثرشون، حالا کسانی که به هر صورت افسردگی به عنوان بیماری داشتن، همونو ممکنه ادامه بدن، ولی کسانی که سالمن و دارن جلو میرن، سن بالا در حقیقت اونها رو خوشحال تر کرده. هپینس ایندکس، بله هپینس ایندکس رو که انجام دادن، دیدن که مثلا کسایی که در مثلا سطح 80 تا 90 یا هر کدوم هستن، اتفاقا نگاه میکنی نسبت به خودشون این هپینس ایندکس و خوشحالشون بالا رفته. من فکر میکردم فقط بابای من هی داره خوشحال تر میشه روز به روز، پس خوشحالی من به این وصله. میبینم هی تو برنامه بیشتر دارم خوشحال میشم، سنی داره میره بالا. دقیقاً. البته خیلی ببین صحبت جالبی میشه. یکی که خب تحقیقات بود، یک آقایی هم هستش به اسم جان لیلند که در حقیقت خبرنگار نیویورک تایمز، بعد یه دونه کتاب نوشته که بست سلر شده، مثلا تو برنامه رادیوی من اومدش. من کتابشو قبلا خونده بودم، انقدر کیف کردم از این کتاب و دیدگاه خودم اتفاقا عوض کرد. جان لیلند بعد کتابی رو که نوشته اسمش هست Happiness is a choice you make. روی اینستاگرامتون دیدم. بله. بعد این کتابو من خوندم، بعد خوشم اومد ازش. بعد زنگ زدم بهش، ایمیل کردم بهش، گفتم حاضری بیای توی برنامه من؟ گفت حتما. در نتیجه این صحبتی که با هم داشتیم، گفتش که من یک خانه سالمندانی هستش که من رفتم اونجا و شروع کردم با همه اینا مصاحبه کردن و چندین و چند سال، 4 سال هی میرفتم با هر کمیشون مصاحبه میکردم. و میگفتش که جالب برای اون این بودش که معنای خوشحالی برای هر کسی یه چیز به خصوصیه. و در نتیجه میدیدن که همینجور که سن بالا میرفت داشتن رها میشدن از خیلی از چیزها، برای اینکه خیلی از استرس هایی که مثلا تو جوانی بود احتیاج نداشته بود داشته باشن، دیگه نباید می ساختن. خود مسئله ساختار زندگی و ساختنش استرسش خیلی زیاده. اگه بدی کرده بودن خودشون رو بخشیده بودن، معذرت خواهیاشون رو کرده بودن، اگه خوبی کرده بودن تازه آدما میمدن کنارشون بهشون میگفتن که چه خوبی کردن. و این در لحظه بودن و قدر هر لحظه ای رو دانستن، این که هر لحظه که من خواب بیدار میشم میگم ای یه روز دیگه دارم جالبه، یا اینی که بذار یک بار دیگه این گل رو بو کنم چون ممکنه لحظه دیگه نباشم، یعنی انگار هر چقدر که این نزدیکی به مرگ داره جلو میره، این قدر لحظه داشتن رو خیلی بیشتر دارن نگاه میکنن. بخوایم سوش، من مادرم پارسال بود، جون پارسال بودش که فوت کردن، واقعا روحشون شد، فرزنده اربابی عزیز روحشون شد. و این چند سال قبل از اینی که فوت بکنن، چندین و چند سالشون یه دیمنشیا و آلزایمرز خیلی قوی داشتن که هر روز دیگه مثلا سخت‌تر میشد.
بعد جالب بودش که وقتی رفته بودم پیشش میدیدم که مثلا مادر من که خیلی مسائل براش مهم بود، هیچ کدوم اینا دیگه اونقدر مطرح نبود. یعنی اون لحظه بودن و نگاه کردن تو چشم یک نفر رو حتی نشناختن، به اینی که مثلا من تو رو نمیشناسم، نمیدونم تو کی هستی، بعد اینجور میکنم تو کی هستی، خوشگلی، آره خوشگلی، قیافت خوبه. بعد گفتم مثلا مادر من پوشانم، دخترتم. بعد یه دفعه تازه یه ذوق دیگه ای میکرد، چون تازه تو اون لحظه یه چیز دیگه براش پیش اومده بود. و اینها هم تجربه خودم همین تحقیقات نشون میده که باز در لحظه بودن اون شخص و gratitude، قدردانی که از هر لحظه داره میکنه و دیگه وصل نبودن به هر قسمت زندگی، باعث شده که این اشخاص بیشتر خوشحال بشن. خوشحالی عمیق. من یه تجربه‌ای که دارم از پدرم همین موضوعه که دختر من خب چون هنوز تجربه ما رو که نداره، بعد اولین نشانه های آلزایمر رو که در بابام دیده بود، مثلا بابام گفته بود این کیه، من داشتم از تو راه رو می اومدم یه لحظه اسم من یادش رفته بود، یا این کیه داره میاد، بعد گریه می کرد، قصه شده بود، چرا اینطوری شد، چرا نشناخت تو رو فلان اینا. من بهش گفتم ولی بذار من تجربه خودم رو بهت بگم، آلزایمر و دمنشیا یا مسائل دیگه مامان کاری به احساسات نداره. حالا میگی نه بذار من برم طرف بابا ببین چقدر میخنده. بعد رفتم گفتم چطورین شما، حالتون خوبه بابا جون؟ گفت خوبم، بفرمایید، بفرمایید بشینین. دست منو گرفت، تعارفم کرد. خب گفتم ببین احساسات خوشحالی و غمگینی در همین لحظه است، کاری به گذشته نداره، اصلا احتیاجی به گذشتهش نداره. احتیاج الان داره که یه چای خوشگل گرم بذاری جلوی بابا بزرگت، بعد بشینی باش بخندی، یه فیلمو ببینی یا هر کاری که در این این زندگی واقعیه. که بعد دید که حقیقتا همینطوره، میتونی در لحظه باهاشون خوشحال باشی. و این وابستگیه که فرمودید باز خیلی مهمه، چون تمام غم و غصه های ما وابسته به حتی اولادای ما، بچه هامون، دارایی هامون، ماشینمون، خونمون، اینا همش دلهوره است که اگه یه بندش پاره بشه من چیکار کنم. ولی وقتی اینا بریده میشه واقعا منطقیه که به آرامش میرسن. نه من یادم 18 سالم که بود فکر میکردم 45 دیگه باید بمیرم، باید سرمو بذارم دیگه برم دیگه بسه دیگه پیر 45. به 45 که رسیدم که حالا چیز کردم، رینگوشیت کردم، شد 80. بعد مثلا گفتم وای حالا 50 خیلی بده، ولی اون گفتم 57 سالمه. واقعا وقتی برمیگردم نگاه میکنم الان بهترین زمان زندگیمه، یعنی امروز واقعا بهترین زمان زندگیمه. و توی همین کتاب هم جان لن نوشته بودش که گرفتاری ما اینه که ما از اینجا به اون قسمت نگاه میکنیم. آره. در نتیجه وقتی که ما از این جایی که هستیم به یک جایی که رها شده داریم نگاه میکنیم، ترس از رها کردن، ترس از نداشتن، ترس از همه اینها به وجود میاد و به نظر میاد که اونجا خیلی بد باشه. که من اینا رو که الان دارم از دست بدم خیلی بد باشه. و میگه وقتی که اونجا هستی اینها رو رها کردی، چون به اونجا که رسیدی به اصلا اینا رها شده و جایگاهی که هستی یک احساس آزادی داره که وقتی الان داری بهش نگاه میکنی اون آزادی رو حس نمیکنی، فقط ترس از دست دادنها رو داری حس میکنی. مثل یک کوهنوردی دارم حرفاتو میبینم که یه عالم بار با خودش داره، غذا و کوله پشتی و چیزای مختلف، هی میره به قله نزدیک نمیشه، یکی یکی اینا رو رها میکنه، هی بارشو میریزه، ولی چی به ازاش اومده؟ یه ویو قشنگ، یه سبب. ولی منی که پایین نشستم، من که هنوز پایین نیستم، من وسط راهم، حالا اونو که پایین نشستم اونو خیلی کوچولو میبینن، میگن او بابا این کجا رفته، اصلا دیده نمیشه، ولی جای اون خوبه. پس برای قصه نخوریم اگه داره سن و سال. ولی خب به خودمون هم برسیم دیگه، ایشون از 50 سالگی لسینو شروع کردن، الان پس میشه 7 سال. نه چون تو صحبت و اولین بار گفتم 50 سالمه. بله آره، یه پاپی خوشگل توی بغلت آره. و میگی که من 50 سالمه، دکتر فوجان زینی هستم و دارم از لسین استفاده میکنم. پس شما به خاطر لسین دائم هر سال سن منو خواهید فهمید. ولی چه خوبه که همراهی با مراقبت باشه، مراقب خودمون باشیم که در سن و سال خودمون خوب بمونیم و هیچ مقایسه نکنیم خودمونو مثلا با بچه هامون، با کم سن و سال ترا. لباس خوب بپوشیم، خوب بخوریم، خوب زندگی بکنیم، ولی مقایسه نکنیم که چرا من پوستم مثل اون 18 ساله نیست. من باید مقایسه بکنم با یه 60 ساله،
همسن خودم که بگم خب من 60 اندی سالمه، بنابراین مراقب بودم و هیچم نمیخوام برگردم مثلا به 20 سالگی 18 سالگی، چون الان خوشحالم تو سن خودم در مقایسه خوبم. با مسائل طب و به خاطر مسائل تکنولوژی سن ما نه تنها بالاتر رفته، یعنی دیگه میزان سنی که انسان ها دارن زندگی میکنن تقریبا مید 80s 80 تا خورده ای اندیه، غیر از اون حال و هوایی که آدم ها دارن خیلی متفاوته. یعنی این یه زمانی بود که طرف همون 45 50 که میشد دیگه بعد میرفت تو خونه میشست هیچ کاری نمیکرد، لباس پوشیدنش بعد عوض میشد، یا تو نمت با سرمه ای و مشکی و قهوه ای میپوشید، مثلا اصلا قرار نبود که رنگای شاد بپوشه، یا اینکه مثلا بازوهاشو بخواد بندازی بیرون بعد که خجالت بکشه خجالت میشه. الان خب اینا تغییر پیدا کرده، هم به خاطر کرم، هم به خاطر تکنولوژی، هم به خاطر عمل، هر چیزی که شما نگاه بکنی عملای زیبایی که داره به عنوان تب اومده و بعد تکنولوژی های جدیدی که اومده، این فضای سن و کارایی شما در سنین مختلف رو هم تغییر داده. در نتیجه مثلا الان با سن بازنشستگی که یه زمانی 60 بود شد 62 شد 65، الان دیگه شده 75. یعنی آدم ها دستان دلشون نمیخواد بازنشسته بشن، مثلا بازنشسته که میشن میرن یه دور بیزنس دیگه میزنن، یعنی که میگن چقدر ما هنوز انرژی داریم که یه کاری رو انجام بدیم و در نتیجه چرا باید بگیرم بشینم هیچ کاری نکنم. آره، پس دارم فکر میکنم به حرف دیگه که توی برنامه قبلی زدی برمیگردم، که پس مسائل بیرونی چقدر رو مغز ما اثر میکنه. و یاد اون آزمایش افتادم که یه تعدادی از افراد مسنی که حالا یه کمی خم را میرفتن یه کمی پژمرده بودن و رفتن توی شهرکی که ساختنش و تمام رادیو تلویزیون ویترین ها برگشته به 30 سال قبل اونها، یعنی یه شهری که اونا رو برده به 30 سال جوانتری خودشون، و این باعث شده که یکم صافتر را برن، حالا درسته فراموشی داشتن ولی احساس کنن که مثلا 40 ساله شدن، احساس کنن 50 ساله شدن و دیدن که روی سلامتی و فیزیکشون هم چقدر اثر گذاشته و چقدر واقعی جوان‌تر شدن. پس بنابراین این مسائل بیرونی خیلی کمک میکنه که همه باورشون بر اینه که 65 ساله 70 ساله میتونه هنوزم کار کنه، میتونه انرژی داشته باشه، و این افکار چقدر روی ظاهر ما میتونه و برعکس اثر بذاره. هر زمانی که ماها خودمون رو جوون میبینیم، یعنی ایده ما راجع به خودمون اینه که جوونه. ممکنه یه نفر باشه که 30 سالشه و میگه پیرم، و واقعا اینها رو دارم، یعنی میان توی مطب من میشینن میگه خانم دیگه من طلاق گرفتم دیگه از من گذشت. میگم چند سالتون؟ میگه 35 سال. میگم تا چقدر سال میخوای زندگی کنی؟ میگه چه میدونم. میگم خانم کی قراره بمیری؟ میگه با خدا مرگم بره. میگم با بالاخره یه روزی میمیری، اگه تو فکر بکنی، اگه تصادف نکنی، اگه طبیعی باشه. مادر چقدر سنی زندگی کرده؟ میگه 85. پدر چه سنی زندگی کرده؟ مثلا میگه 85. میگم پس همینطوری ما اگر حساب بکنیم هیچ اتفاق عجیب غریبی نیفته، شما قاعدتا تا 85 باید زنده باشی. کلال انشالله. میگم 35 تا 85 شما 50 سال هنوز وقت داری، کمش رفته تازه بیشترش مونده. من بسمه دیگه چی؟ از من گذشته چی؟ پس میبینین که بعضی موقعا دیدگاه آدم ها فرقی نمیکنه به واقعیت. طرف فکر میکنه از من گذشته پیر شدم دیگه پیر شده اثر میذاره. بله، از کسانی هم میپرسی که مثلا الان میبینیم توی برنامه‌های رادیویی رادیوی تلویزیونی هر کدوم مثلا جین فاندا 80 خورده سالشه، ماشاءالله الگوی منه ها، یعنی خدا میگم مثل اون خودمو نگاه کنم. سیاستمدارا 80 سالشونه. آسوده دانشگاه من اینجوری داشتم نگاه میکردم میگفتم به به شما دکتر شمی رو میشناسید؟ من بله، روانپزشک بسیار بسیار عالی. ایشون تولدشون بود، حالا چون من سن ایشون نمیخوام بگم چون از من اجازه ندادن، تولدشون بود، من سن مادر خانمشون رو میگم، 103 سالشونه. بعد ما سر میز نشسته بودیم، در کنار ما چند تا پزشک دیگه هم بودن و اینا هر کدومشون توی 80 سالگی و وسط 80 سالگی بودن، یک کدومشون 90 سالشون بود و هر روز میرفتن مطب. بله، من همچی کنار این روش از به گفتم منو بگو، من فکر میکردم حالا دارم سن میشم بیان سال میشم، سنم بالا میره. گفتم به به من در کنار همه این حالت تینیجر به احساس خوبیه. آره فکرم خب من 50 مثلا میگم 90 هم هنوز بتونم من روانشناسی انجام بدم. پس ببین هنوز من 45 سال دیگه میتونم کار بکنم. تازه اون زمان بیشتر میشه دقیقا، اون موقع میشه تا 103 سالگی 107 سالگی هم میتونی. و اصلا کیف میکنی کسانی که میگه بشینم تو خونه چیکار کنم، من همه انرژی دارم. خود ماشاءالله دکتر شمی میذارم به
اصلا آدم باورش نمیشه که چقدر ماشاءالله ایشون انرژی داره. آره ماشاءالله همیشه سالم ازشون باشه. داریم یاد میگیریم واقعا تو برنامه‌ای که میان اونقدر انرژی اونقدر ایده‌های خوب دارن. من الان پدرم 88 سالشونه بزنم به تخته به قول تخته این ورده درده اینم تخته هست. این تخته نیست. چرمی چرم ما نمیدونیم زیرش چیه. خلاصه اگه برسی همون به همون جا میرسیم به تخت. همه چیز تخته است. بعد یه عمه داره پدر من، حالا که از سالمندان داریم صحبت میکنیم، که ایشون من فکر میکنم دیگه 107-8 سالشون شایدم بیشتر باشه، شایدم بیشتر من فکر میکنم. بعد من ایشون با ایشون چند سال پیش یه برخورد داشتم، رفتم دیدارشون حالشون رو بپرسم اینم در چه حالی هستن، دیدم اینقدر ماشاءالله سوالای جالب، سرحال، بدون اثر، رامین. چون ایشون همیشه میگفت دو تا چیز آدم ها رو پیر میکنه، یکی رو دربایسی حالا روانشناسا میگن یعنی خودت باش، اینقدر ویترین درست نکن که ای بخوای اون ویترین رو نگه داری اذیت بشی. یه جمله قشنگی خوندم راجع به تفاوت بین غرور و خودپسندی خودستایی. میگفت غرور واقعا من در این عمه بابام دیدم، میگفت غرور یه مسئله شخصی و درونیه که مثلا آدم با اون چی که داره قانعه و زیر بار اضافات نمیره، اضافی ها به خاطر که خودشو خورد کنه برای اینکه خودشو نشون بده، همراه با خود نشون دادن نیست. و این غرور رو من دیدم در ایشون که قانعه و هر چیزی که پیش بیاد و ویترین برای خودش نداشت. واقعا میگم من همینم که هستم، دامادش میخواست بیاد خونهش میگم امروز ما غذا نداریم، یه چیزی بگیر بیا با هم بخوریم. حالا بعضیامون خودمون رو میکشیم، داماد داره میاد، آبروم داره میره، این چیزا رو ده. اینو من ازش یاد گرفتم. و یکی هم گفت مواظب سلامتیت باش، همیشه نخوچی کشمش تو گوش توی جیبش بود، میگفت اینا رو باید بخوری که مغز استخونت صفر بشه. آخه. و این دوتا چیز رو من واقعا دیدم از این عمه پدرم. یادتونه که رفته بودیم این بابلون بود، یکی از این مراکزی که سالمندان بله از صبح میرن تا بعد از ظهر هستن، بله کنار بله. هم هستن اینا. تقریبا 350 نفر فکر کنم بله. بیشتر اونجا بودن و لطف کردن دعوت کردن که من سخنرانی بکنم. ایشون هم لطف کرده بودن با ما اومده بودن اونجا بودید با هم داشتیم صحبت میکردیم. بعد هر کدوم مثلا بگید در من 20 نفر از راهی که من داشتم میرفتم که برم اونجا بشم حرف بزنم، دونه دونه هی من گفتم بیا میخوام دکتر، خواهم دکتر بیا. گفتم چیه؟ میگفت ببین رفتیم بالا به اینا بگو اینقدر قهر نزنن، ما صبح تو شب اومدیم اینجا گرفتیم نشستیم، میخوام یک ذره بم زندامون که کردیم کار دیگه هم که نمیتونیم بکنیم، قرار پیش هم بشینیم یه ذره شاد بشیم. خانم اینا هی میشینن قهر میزنن. بعد گفتم چشم حتما رفتم جلوتر نفر بعدی، خانم اینا چقدر عصبانین و ناراحتن، هر اتفاق میفته تو خونه به اینا بگین قهر نزنن. گفتم دقیقاً همینه، شما متوجه میشین که سن اشخاص که میره بالا حال و حوصله دیگه منفی نده. از همدیگه شنیدن رو ندارن و حتی اونها هم دیگه میگفتن خور نزنید دیگه، بس دیگه ما انقدر بیشتر وقت نداریم، بس کیفمون رو کنیم. واقعا این کیف کردن و خوشحالی هم طول عمر میاره، هم آرامش میاره، هم یه زنگ تفریحه که یه ذره یه مطلبی جالبی بود که میگفتش که بعضی وقتا آخر تراژدی کمدیه، یعنی آدم احتیاجی نداره که حتما هیچ اتفاقی قشنگی که تو رویاهاش هست با اسب سفید بیاد جلوش رو خوشحال بشه. میتونیم از همین مسائل، یکی از دوستای من تو راه شمال تصادف کوچولو کرده بود، بعد خوشحال بود از اینکه فقط ماشینش آسیب دیده، پنچرم شده بود، کفشش رو گذاشته بود رو ماشین، خودش هم نشسته بود عکس گرفته بود گذاشته بود اینستاگرام و خوشحالی میکرد که خب خوشحالیم حالا دیگه غذای تو ماشین هست آورده بودن. یعنی نگاه انسان ها به حوادثه که حالا یا خوشحال میشن یا ناراحت و خوشبختانه همش اینجاست و درونمونه. اون فضایی رو که هر کسی برای خودش به وجود میاره، این سن که میره بالا یکی از دردآورترین مسائل اینه که اون شخص ممکنه احساس بکنه که بیفاید است، مؤثر نیست،
این بیهوده است. وقتی که یه کاری برای خودش انجام میده که اون مؤثر بودنش رو میاره، مثل اینکه مثلا ممکنه که خردش رو داره به فرزندانش یا نوه‌ها میده، یه کاری داره برای اونها میکنه، ممکنه کار فیزیکی باشه، ممکنه کار زمان گذاشتنه، ممکنه فقط بودن و عشق دادنه، ولی اینی که اون شخص بدونه که من مؤثرم در زندگی اشخاص دیگه و در لحظاتی که وجود دارم و فقط اونجا نیستم که دارم سرویس میگیرم و فضا پر میکنم، این سرویس میگیرم فضا پر میکنم و و و و اینه که چرا من اگر چیزی رو میدم بقیه به من پس نمیدن مدلی که دلم میخوان، یه مقدار اون نگرانی ها رو به وجود میاره. ولی تمام این کسانی که یواش یواش میبینیم که سنا بالا میره و احساس راحتی میکنن، این قدر لحظات رو دونستن و حس اینه که من مفیدم و ارزش دارم، مثل یه نوزادی که به دنیا میاد که الزاماً کاری قرار نیست بکنه غیر از اینه که وجود داشته باشه و ارزش داره. خب این مسیر میره به جایی که حالا من باید یه کاری انجام بدم و ارزش من نشون دهنده اینه که چجوری کار انجام دادم، مؤثر بودم، بچه دار شدم، پول در آوردم، اینو خریدم، اینا میشه اون فضای ارزش من. و بعد دوباره که اینا رو داریم دونه دونه رها میکنیم، خب پس ارزش ها از اینا میره کنار، دوباره برمیگرده به وجود اصلی من که ارزش دارم به عنوان یک انسان. و اونجاست که من فکر میکنم که اون خوشحالیه به وجود میاد که تو این رها کردنه، این نیستش که ارزش خودم رو از دست میدم، ارزش رو تو اون چیزایی که گذاشتم از دست میدم، ارزش خودم رو پیدا میکنم. یاد یه چیزی افتادم خنده داره ولی بگم از زندگی اجازه میدین خانم دکتر؟ حتما اجازه شما. میگی واقعا طرف یا کسی که سالمند احساس ارزشمند بودن داشته باشه، من داشتم راه میرفتم تو خونه، بعد خب مود دیگه از این شلوارو پوشیده بودم که سر پاره است، سر زانوش این ور اومد، بعد بابام با لهجه اصفهانی گفتش که خب یه سوزنو نخ بده من اینو برات بدوزم. منم رفتم شلوارم عوض کردم، اومدم با یه سوزن و نخ رنگ دیگه بشدم، گفت نه رنگی خودش پیدا کن. شلوار سفید بود، رفتم یه نخ و سوزن سفید، البته خودش همه نخ و سوزن اینا تو اتاقش داره زیر تختش، آوردم و بهش دادم. بعد دخترم گفت چی کار میکنی؟ گفتم نه این خوشحال، حالا بعد من بازش میکنم بذار بدوزه، احساس خوبی پیدا میکنه همین لحظه. حالا که میگین احساس ارزشمند بوده، آدم باید یه ذره کوتاه بیاد، هی نخواهیم که اینا رو عوضشون بکنیم، بگیم تو درست میگی، شما دوزی و خوشحال میشه. یکی از این بیمارستان ها بود، اینو من توی یکی از مقاله ها خوندم، خیلی جالب بودش که توی یکی از بیمارستان ها یک آقایی که در حدود 90 سالش بود اومده بود و قرار بودش که بمونه مثل همین ریهاب هاست. بعد میدیدن که این صبح ساعت تقریبا 4 صبح هر روز 4 صبح این از تختش میاد پایین، بعد بلند میشه میره حالت خواب و بیداری، سر به هر کدوم اتاقا میزنه، بعد دوباره میاد میره میخوابه. بعد نرس رو نمیدونستن جریان چیه، بعد هی میرفتن اینو میخوابوندنش، بیشتر بهش دارو میدادن، هزار تا کار میکردن، بعد این عصبانی میشد، مثلا میرفت تو اتاق یه نفر، خب اونو بیدار میکرد، عصبانی میامدن بیارنش، عصبانی میشد، گریه میکرد، خشمگین میشد، کتکشون میزد. خلاص اینا شروع کردن که یک از دکترها شروع کرد که به خانواده این صحبت کردن و گفتش که جریان چیه؟ ممکنه راجع به زندگیش با من صحبت کنیم؟ من گفت آره، پدر من جوونیاش برای در حدود 30 سال شیر فروش بوده و در نتیجه هر روز اینا رو میذاشته روی دوچرخش، میرفته در خونه ها شیر میذاشته. اینم تو خوابم همین کارو میکرده، فکر میکرده که شیر فروش، دوباره میرفته هر اتاقی. بعد اینا بلند شدن و کاری که کردن، این رفتن کارتونای شیرای قدیمی رو پیدا کردن از جاهای که آنتیکو میفروختن، دیدی شیشه های شیر قدیمی چقدر خوب بود، با کارتونش پیدا کردن شیر پاستریزه 6 تا میمدن هر شب این که میخوابید اینو میذاشتن کنار تختش، قشنگ شب بلند میشد تو خواب رو میداری اینا رو برمیداشت، میرفت دونه دونه کنار هر اتاق میذاشت، میمد میخوابید، از اون لحظه مسئله حل شد. آره دیگه، یعنی آسیبی هم نمیزنه به کسی، یعنی حتی فکر کنین تو فضای خواب این شخص احتیاج داشت که مؤثر باشه و برمیگشت به اولین زمانی که این حالت مؤثر بودن رو داشت و انجام میداد. اگر اشخاص متوجه نمیشدن تازه بیشتر داشتن آزارش میدادن. حرفای قشنگ میزنی، خواهش میکنم براشون ایمیل بفرستی،
استدعا میکنم ازتون که بهشون بگن حتما باید یک دونه نه واقعا ترانه برای خودشون بساز. واقعا حرفای قشنگ نمیزنه، خیلی آدم با آرامش میرسونه، کمک میکنه. مرسی که با این زمان کمی که داری بین برنامه هات و بین کلاینت هایی که تو آفیست میبینی این همه مسیر رو میای کنار ما میشینی، کنار این عزیزان و برنامه رو برامون اجرا میکنی. Thank you so much. خیلی ممنون. امیدواریم که از این برنامه هم استفاده برده باشیم و نه قصه بخوریم که داریم سالمند میشیم و نه ناراحت باشیم، در کنار سالمندامون کمکشون بکنیم. یه ذره اطلاعات یه دنیا آرامش میاره. خیلی ممنون. مواظب خودتونم باشید. متشکریم از کمپانی لاسین که اسپانسر این برنامه هست. سرم خاویر لاسین رو بزنید، جوان‌تر و شادابتر و پرطراوت بشید. مرسی.